هر شکستی که میخوری یه درسیه برای حرکتت رو به جلو و تو از همین شکستات بیشتر از موفقیتات درس میگیری. پس اجازه نده هیچ شکستی متوقفت کنه. سلام، من نیوشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. خب دارم میرم میدون تقسیم، قرار دارم با یه زوج باحال، چون من از این زوج خیلی خوشم میاد، یعنی اونا هم یوتیوبرن، بعد یه جورایی اینکه ساده بودن و خالص بودنشون و اینکه نمیدونم، خیلی احساسم این بود نسبت به ویدیوهاشون که خیلی بی ریا ویدیو میذارن، خیلی راحت حرف میزنن و خیلی خودمونی هن. یعنی احساس کردم که هیچ شوی ندارن، یعنی خود واقعیشونو دارن میذارن و من از اینجور آدم ها خوشم میاد، چون خودم هم تمام سعیم بر اینه که خود واقعیمو اینجا ارائه بدم. مثلا شاید کسایی که منو توی اینستاگرام دنبال میکنن بدونن، خب اونجا یه سری چیزها رو اصلا مطرح نمیکنم، یه فضای دیگه ایه، ولی توی یوتیوب یه جور دیگه است، یه فضای صمیمی دیگه ایه. به هر حال این مدلیه دیگه. من خودم اینجوری چون دوست دارم، اینا رو هم دیدم که شبیه خودمن، دوست داشتم که به دوستی انتخابشون کنم. حالا امیدوارم که این دوستی شکل بگیره و ادامه پیدا کنه. بهتون میگم، در ادامه با من باشید. اومدم بیرون دیدم هوا خوبه، بارونیه رو درآوردم گذاشتم تو کولم. همینطور که داشتم راه میومدم یه جای تبلیغ باحال دیدم. تبلیغ چی؟ نوشته بود کدی موزسی، موزه گربه. فکر کنم خیلی جای باحالی باشه. حالا دربارش تحقیق میکنم ببینم چجوریه، بعد اگه خوب بود با هم میریم. فعلا دارم مستقیم میرم به سمت مترو. زودم را افتادم که مبادا بدقول بشم، چون من از بدقولی متنفرم و اینکه همیشه دوست دارم قراری که میذارم با کسی خیلی سر وقت رسیده باشم. چون میخوام سر وقت رسیده باشم اصولا یه رو قبل میرسم، به خاطر اینکه اصلا از اینکه بخوام یه نفر رو معطل خودم کنم خوشم نمیاد، چون همون به همون میزنم بدم میاد کسی منو معطل کنه و کلن اصلا از چی میگن کارهایی که اینجوری غیر قابل پیشبینی آدم ها با هم دیگه انجام میدن خوشم نمیاد. به خاطر اینکه تو باید وقت من برات ارزش داشته باشه وقتی با من قرار میذاری. حالا مهم نیست قراره با دوستت قرار داری، با همکارت قرار داری، با هر کسی که قرار داری، اون آدم باید ارزش وقت تو رو و ارزش تو رو بدونه. حالا مثلا اینکه بعضیا میذارن و دیر میان سر قراری که گذاشتن و اینا، یعنی به معنی اونه که براشون بی اهمیت بوده. نظر من اینه. به همین خاطر من خودم این قضیه رو در رابطه با آدم‌ها خیلی رعایت میکنم و تو زندگی شخصی خودم ترجیح اینه که کسایی که با من در ارتباطن این قضیه رو رعایت کنه. با آدم دیگه، آدم همیشه همه چیز رو رعایت نمی کنه. امان از انسان ها، امان از انسان بودن. ولی این دوستا که باشون، ولی این دوستایی که باشون الان قرار داره کنم، اونا هم آن تایم هن. اینجا میدون تقسیمه و من همچنان اومدم اینجا قرار دارم، میخوام اینجا رو بهتون نشون بدم. میدون تقسیم یکی از مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری و تفریحی استانبول و یکی از قطب‌های مهم حمل و نقل این شهره که تقریباً دسترسی به همه نقاط این شهر رو برای مسافرین و ساکنین شهر فراهم میکنه و در حقیقت قلب استانبول مدرن در نظر گرفته شده. ایستگاه مرکزی شعبه مترو استانبول هم در این میدون قرار داره. خب بریم دم مجسمه تقسیم.
این مجسمه یادبود جمهوریته که توسط پیکرتراش معروف ایتالیایی پیتر کانونیکا ساخته شده و در سال 1928 میلادی رونمایی شد. این یادبود ادای احترامی است به تشکیل جمهوری ترکیه در سال 1923 میلادی که در نتیجه جنگ استقلال به دست اومده و این بنا از همون موقع به بعد یه محلی برای اجتماعات مردمی تو استانبول به شمار میاد و در واقع جشن‌ها و اعتراضات خیلی زیادی تا به امروز توی این میدون برگزار شده. اسم میدون تقسیم به معنای همون تقسیم فارسیه که اوایل دوره عثمانی در واقع این اسم رو روش گذاشتن. چرا؟ چون اون موقع این میدون به عنوان محلی برای جمع‌آوری و ارسال آب به همه شهر بوده، یعنی در واقع از اینجا تقسیم می‌شده. من سعی کردم تو این ویدیو اطلاعاتو فقط در مورد میدون تقسیم بهتون بدم و در واقع به خیابون استقلال ورود نکنم، اما اینجایی که ما داریم میریم الان همین مسیری که دارین میبینین میره و این خیابون میخوره به خیابون استقلال، یعنی خیابون استقلال شروع میشه از همین جا، از همین جایی که این دونر فروشی ها رو دارین میبینید شروع میشه، ولی ما به داخل این خیابون امروز ورود نمی کنیم و اونو توی ولاگ دیگه خیلی مفصل براتون شرح میدم. این دونر فروشی که سر استقلال وجود داره دور میدون تقسیم به اسم کیزیل کایالار جز دونر فروشی های خیلی معروفه که همبرگر خیس داره. نمیدونم همبرگر خیس حالا تست کردین یا نه، ولی حتما تست کنین، همبرگر مورد علاقه منه، همینیه که الان از روش رد شدیم رفتیم. خلاص آقا اومدین اینجا خواستین برین استقلال، یه دونر یا همبرگر خیس بزنید بعد برید همبرگر خیس. الان اینجایی که میبینید بعد از اون دونر فروشی هاست و دقیقا ورودی استقلاله که اینجا همونجور که داریم میبینید داره با بستنی شوخی میکنه با توریستا و از این حرفا، بستنی میفروشه. به هر حال ما امروز به استقلال ورود نمی کنیم، فقط در همین حد که این باقلوا ها رو نگاه کنیم برامون کفایت میکنه، چون باید تو یک ولاگ خیلی مفصل استقلال رو براتون شرح بدم، چون اینجا یه چیزای باحال، خیلی باحال دیدنی داره. یعنی اینجا مثل این بچه ها که مثلا بستنی دستشونه بعد اینجوری مثلا میگن میخوری، خب نمیدم بخوری که، من دارم استقلال نشون میدم ولی تکون نمیخورم برم اون تو رو نشون بدم، چون که تصمیم گرفتم این در یک ولاگ جدا باشه، همینی که هست آقا جان. نه بابا اصلا خوشحال نشین، نه نه، همین الان یه پنجامت نرفته دور میزنم میرم میدون تقسیم، همونطور که گفتم این در یک ولاگ جداست دیگه. منم دورامو زدم اومدم اینجا منتظر نشستم تا دوستای مورد نظرم بیان. خیلی شلوغه، خیلی شلوغه، یعنی این همه توریست خیلیه، چقدرم ایرانی هست، خیلی زیاد هست. هموطنهای عزیزمون اینجا خیلی خوب مسافرت میکنن، دمشون گرم. امیدوارم کلی بهتون خوش بگذره و از ولاگای ما استفاده کنین تو سفراتون. همینقدر که دارید میبینید این میدون معروفه و همه اومدن اینجا وایستادن و دارن عکس میگیرن از خودشون، سلفی و انواع مختلف. Thank you.
رو دیدم و الان دارم برمیگردم خونه. امیدوارم که از این ولاگ هم راضی بوده باشید. و الان شب شده دیگه، نور بده، ویدیو بد داره میگیره، با کیفیت بد داره میگیره. بابا این چرا متروه نمیره، صداش رو مخه. اومدم این بر یه ذره نور بیشتره. مرسی که با من همراه بودین. متروه هم رفت آخه. منم الان اومدم دیگه، آخرین متروی که دارم سوار میشم میره خونه. اینجا مثل دیسکو میمونه. مرسی که لایک و کامنت یادتون نمیره. مرسی که منو سابسکرایب میکنین. دوستتون دارم. بای بای.